سلام به شما هنردوستای عزیز، من محمد رضا صادقی هم، اسم هنری رضا ساده، و توی این ویدیو میخوام در مورد خریدن دوربین شما رو راهنمایی بکنم، از این جهت که میخوام بهترین سایت ها و بهترین جاهایی که برای خرید دوربین وجود داره رو بهتون معرفی بکنم که اگه خواستین دوربینتون رو بخرید از اینجاها بخرید اگه دوست داشتید. یه نکته خیلی مهم بگم، من بابت این ویدیو و مقاله‌ای که توی سایتم در موردش نوشتم از هیچ فروشگاهی پول نگرفتم، بنابراین هم مزایا رو میگم هم معایب رو میگم و شما هر طور که دوست داشتید عمل بکنید. این یک محتوای تبلیغاتی نیست و من تجربیات و برداشت خودم رو دارم میگم، بنابراین کسی شاکی نشه. اگه تصمیمتون تقریبا قطعیه که میخواید چه دوربینی بخرید، به نظرم این فیلم آموزشی خیلی براتون مناسبه. اما اگه هنوز نمیدونید چی بخرید یا چی مناسب شماست، به نظرم توی سایت من بیایید، در موردش مقاله‌های خیلی خوبی دارم. rezasadeghi.net سایت من هست و اونجا کامل شما راهنمایی کردم برای خریدن دوربین و لنز مناسب. و اما اینکه از کجا دوربین عکاسی بخریم، اول میخوام چند تا سایت بهتون معرفی بکنم. اولین سایتی که خب همه ما هم میدونیم سایت دیجیکالاه. دیجیکالا بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران، یا به روایتی هم بزرگترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه است. خب اصلا نیازی به توضیح نداره، یه جورایی مثل آمازون ایران میمونه، یعنی همچین لقبی رو بهش دادن، دیگه توضیح نمیدم. چند تا مزیت داره، چند تا هم عیب داره، اینا رو میگم میریم سراغ بعدیا. اما مزیتاش این که اول اینکه جنس اصل به دستتون میرسه، اگر هم احیانا تقلبی بود خیلی راحت میتونید پسش بدید، هیچ مشکلی وجود نداره. مزیت دوم اینکه سایت خیلی مورد اعتمادی هست، خود من تا الان 10 میلیون ازش خرید کردم و اصلا هیچ نگرانی نسبت به خرید کردن از دیجیکالا ندارم. و مزیت سوم اینه که سفارش های شما رو هم به سرعت میرسونه دستتون و همین که بازه رسیدنش دست خودتونه، هر موقع که دوست داشته باشید دستتون میرسه. اما یه سری عیب هم داره برای بحث عکاسی. اولیش اینه که قیمت های دیجیکالا الان یه کمی بیشتر از نرخیه که توی بازار وجود داره، گاهن یه کمی هم بیشتر از یه کمی، ولی خب به خاطر برند و اعتبار دیجیکالا هست که قیمتش یکم بیشتره، قابل توجیهه، ولی خب بالاخره باید بدونید اینو. عیب دوم اینه که دیجیکالا سایت تخصصی دوربین نیست. همین موضوع باعث میشه که بعضی وقتا توضیحاتی که برای بخش دوربینش وجود داره خیلی دقیق نباشه. البته من کلا اینو توصیه میکنم که اگه میخواید دوربین بخرید و دوربینتون رو انتخاب بکنید، حتما توضیحات اون دوربین رو توی سایت سازنده دوربین بخونید. به هیچ سایت خارجی یا ایرانی اعتماد نکنید، حتما در مورد مشخصات دوربین توی سایت سازندش مطلب بخونید. و خب ریویوهاش رو هم توی یوتیوب میتونید ببینید، هم توی سایتایی که دوربینا رو بررسی میکنن مثل دیکسو مارک، اونجا هم وجود داره. و در کل به نظرم برای دیدن مشخصات همچین چیزهایی، دوربین و میکروفون و لوازم نورپردازی و اینا، به سایت سازنده سر بزنید و وارد اینجور سایت ها نشید. و یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که تنوع محصولات شاخه عکاسی توی دیجیکالا نسبتاً کمه. طبیعی هم هست، چون این سایت تخصصی دوربین نیست، همه چیز داره، از پودر ماشین لباسشویی داره تا خودرو. بنابراین طبیعیه که این سایت تخصصی دوربین نیست و خب تنوعش هم توی بخش عکاسی اونقدرها نیست، بنابراین این رو هم در نظر بگیرید. سایت بعدی سایت pixel.ir. پیکسل یه فروشگاه تخصصی برای خرید لوازم دوربین و نورپردازی و عکاسی و فیلمبرداری. خب این یک مزیت براش حساب میشه. حالا بریم در مورد نکات مثبت سایت پیکسل صحبت بکنیم. اولیش اینه که خب همونطور که گفتم یک سایت تخصصیه و شما خیالتون از این بابت راحته که کسایی که پشت سایت هستن و دارن به شما یک محصولی رو میفروشن، حداقلش اینه که خودشون تو عکاسی حرفه‌این و میدونن که دارن چی کار میکنن. خب این خیلی نکته مهمیه. مورد بعد اینه که تنوع محصولاتش خیلی بالاست. طبیعیه، چون یک سایت تخصصی عکاسیه و کل درآمدش از طریق فروش لوازم عکاسی و فیلمبرداری و نورپردازی و اینجور چیزا تامین میشه، پس تنوع بالایی هم داره. یه نکته خوبی هم که سایت پیکسل داره اینه که اینا یک فروشگاه واقعی هم دارن.
آدرسش خیلی سرراسته، بلوار میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت. نمیدونم طبقه چند رو بگردید پیدا میکنید، ولی فروشگاه واقعیشون هم اونجا هست. اگه دوست داشتید میتونید به صورت حضوری ازشون خرید بکنید. مورد بعدی که جز مزیت‌های سایت پیکسل، تجربه خرید خوب هست. من خودم اولین دوربینم رو از این سایت خریدم، یه تجربه خرید خیلی خوبی داشتم. یادمه که دوربینم رو خریدم، سفارش دادم، سر موعد اومد، پرداخت کردم اومد و خب دوربینم رو استفاده داشتم میکردم. یکی دو روز بعد از سایت پیکسل به هم زنگ زدن، بعد گفتن که از دوربینت راضی هستی؟ سوالی در مورد کار کردن با دوربینت داری؟ دقت کنید که نگفتن از خدمات ما راضی هستی یا نه، نظرسنجی که تمام سایت ها برگزار میکنن نبود، گفتن از خود دوربینت راضی هستی. یعنی من قشنگ این حس رو داشتم که یک مشاور داره از من میپرسه، یک استاد عکاسی داره این رو از من میپرسه. خیلی حس خوبی بود، خیلی دوست داشتم، حتما میخواستم این تجربه خوب رو باهاتون به اشتراک بذارم. نمیدونم که الان هم این کار رو میکنن یا نه، چون موضوع برای حدود 2 سال پیش بود. به هر حال خواستم تشکر بکنم ازشون، حرکت خیلی خوبی زدم و من واقعا خوشحال شدم از این کار. مزیت بعدی که سایت پیکسل داره اینه که یک بلاگ بسیار قوی هم داره سایت پیکسل. آدرسش هست blog.pixel.ir که گاهن رقیب سایت خود من تو خیلی از کیوردهای عکاسیه. خب اینم یک مزیت خیلی خوبه که براشون ترافیک زیادی میاره. سایت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت نورنگار هست. نورنگار هم یک فروشگاه تخصصی دوربین و لوازم عکاسیه. اگه خواستید در مورد تجهیزات عکاسی خریداری چیزی انجام بدید، به نظرم یه نگاهی به نورنگار بندازید بد نیست. نورنگار هم چند تا مزیت داره. اولیش اینه که نورنگار یکی از پربازدیدترین سایت های عکاسی تو کل ایرانه، یعنی ترافیک واقعا زیادی داره. دومیش اینه که بین عکاس ها یک برند قوی و جا افتاده است، یعنی تقریبا تمام عکاس ها وقتی بگی نورنگار میشناسن این برند رو، این فروشگاه رو، این سایت رو کامل میشناسن، برند خیلی قویه. مورد بعدی اینه که نورنگار یک بلاگ خیلی قوی و فعال هم داره که دقیقا مثل مورد قبل، مثل سایت پیکسل، توی خیلی از کیوردهای عکاسی با خود من دارن رقابت میکنن قشنگ. یعنی مثلا اون اول، من دومم، من اولم، اون دوم، داریم با هم رقابت میکنیم. بلاگ خیلی قوی هم داره. موضوع خیلی قشنگی که سایت نورنگار داره اینه که خودشون اینطوری گفتن که بعد از 5 ساعت از سفارش توی تهران جنس رو تحویل میدن، فقط 5 ساعت، و 2 روز بعد هم توی شهرستان ها. خب این خیلی خوبه. البته من خودم خرید نکردم، طبق ادعایی که خودشون مطرح کردن دارم اینو میگم، ولی قاعدتا خیلی چیز قشنگیه. یعنی واقعا میارزه که من بلند نشم برم حضوری بخرم، بیام از این سایت بخرم. به نظرم میارزه، حتی از نظر زمانی که بخوام برم و بیام کمتر طول میکشه اینجوری. و یه مزیت خیلی خوبم که داره، نورنگار یه تعمیرگاه هم داره توی سایت. شما میتونید دوربینتون رو اگه خراب شده بدید به تعمیرگاه سایت نورنگار و براتون تعمیرش میکنن. سایت چهارمی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت دیدنگاره. دیدنگار هم یه فروشگاه لوازم عکاسیه که به صورت تخصصی داره تو این حوزه کار میکنه. البته به خاطر تشابه اسمش ممکنه با نورنگار اشتباه گرفته بشه. من خودم نمیدونم نورنگار اول تأسیس شد یا دیدنگار، ولی خب نظر شخصیم اینه اون سایتی که دوم تأسیس شد یک اسم دیگه اگه انتخاب میکرد خیلی بهتر بود، چون الان خیلی شبیه همن. خود من اون اوایل اینا رو با هم اشتباه میگرفتم، ولی خب به هر حال اینم هست دیگه. یه سری مزیت داره سایت دیدنگار. اولیش اینه که رابطه کاربری سایت رو من خیلی دوست داشتم. این نظر شخصی من، یعنی طراحی سایتشون رو خوشم اومد ازش. بحث طراحی سایت، بحث خود فروش نیست، نظر شخصی بود. تنوع محصولاتش خیلی خوبه. نکته خیلی خوب اینه که یک آکادمی حرفه‌ای برای آموزش عکاسی داره، یعنی شما میتونید هم دوربین بخرید ازشون، همین که ازشون عکاسی یاد بگیرید. خیلی قشنگه. و نکته خیلی مهمه اینه که امکان فروش اقساطی هم وجود داره، دوربین قسطی هم بهتون میدن. خب اینو دیدم تو خودشون نوشتن، یعنی روی سایتشون نوشتن، گفتم منم به شما بگم، مورد خیلی خوبیه. خب این از سایتایی بود که می‌خواستم بهتون معرفی بکنم. حالا بحث سایت رو میذاریم کنار، میریم سراغ خرید حضوری. اگه بخواید به صورت حضوری خرید بکنید، 2 تا خیابون توی تهران هست که در واقع مرکز اینجور چیز هست. اولیش خیابون ناصر خسروه تو تهران. این خیابون حالا
درسته که بورس خرید و فروش دارو هست، ولی بورس چیز دیگه هم هست و اون لوازم عکاسی و دوربین هست. چند تا مزیت داره خرید کردن از مغازه هایی که توی سایت توی خیابون ناصر خسرو وجود داره. مزیت اولش اینه که قیمتش نسبتا مناسبه، به خاطر اینکه یک مجموعه هستی که چندین مغازه وجود داره، اینا یه جور حالت بورسی رو با هم دارن. خب قیمت ها نسبتا مناسبه و شما تقریبا مطمئنید که چیزی تو پاچتون نمیره. البته بعد یه دور از تمام مغازه ها قیمت بکنید که قیمت دستتون بیاد. چیز بعدی، مزیت بعدی اینه که فروشگاه خیلی زیادی توی خیابون هست. چند تا پاساژ هم وجود داره که توصیه میکنم این پاساژا رو حتما بهش سر بزنید. گاهن لوازمی رو پیدا میکنید که توی مغازه های بر خیابون وجود نداره. آدرس دقیق ندارم چون اونجا یه جورایی حالت توریستی مانند داره، خیابون رو سنگ فرش کردن، ماشین رد نمیشه. چیز جالبیه، حتما سر بزنید. برای خرید لوازم نورپردازی خیلی محل مناسبیه، یعنی من توی پاساژش که میگشتم وسایل نورپردازی خیلی زیاد بود، بد نیست سر بزنید. تا نزدیکترین ایستگاه متروش فقط چند قدم فاصله داره، این عالیه. یه پایانه اتوبوسرانی داره اونجا، یه پایانه تاکسی هم داره، بنابراین برای بحث حمل و نقل فوق‌العاده است، هیچ نگرانی وجود نداره. و نکته خیلی مهم اینه که اگه دنبال دوربین دست دوم هستید اینجا عالیه. خیلی از مغازه‌ها هستن که کلن تو کارا دست دومن، دست دوم بازن و دوربین‌های از مثلا مال 60 سال پیش 100 سال پیش شد براتون دارن تا دوربین‌های امروزی. به نظرم به مغازه‌هاش سر بزنید. خیابون بعدی که می‌خوام در موردش صحبت بکنم خیابون جمهوری هست توی تهران. تقریبا میشه گفت خیابون جمهوری مرکز اصلی لوازم عکاسی تو تهران هست. چند تا مزیت داره، چند تا هم عیب داره، میخوام اینا براتون بگم. مزیت اول اینه که من توی این خیابون فروشگاه‌های تخصصی زیادی پیدا کردم. مثلا من یه مدت دنبال میکروفون‌های شاتگان بودم، فقط توی این خیابون تونستم پیدا کنم، هیچ جای دیگه تهران نداشت. مزیت بعدی اینه که پاساژهای خیلی خوبی توی این خیابون وجود داره. توصیه هم می‌کنم اگه می‌خواید چیزی رو بخرید از مغازه‌های داخل پاساژ بخرید، نسبتاً قیمت بهتری داره. و اینکه با BRT می‌تونید توی این خیابون رفت آمد بکنید، فکر کنم تو طرح هم باشه اگه اشتباه نکنم. آره دیگه تو طرح نمی‌دونم، احتمالا تو طرحه، ولی با BRT میتونید توش رفت آمد بکنید، از این سر خیابون برید اون سر خیابون و از بابت رفت آمد هم مشکلی وجود نداره. دو تا عیب هم داره خرید کردن از مغازه‌های خیابون جمهوری. اولیش اینه که فروشگاه‌های موبایل هم تو این خیابون تا دلتون بخواد وجود داره. شخصا اینو دوست ندارم، شاید عیب محسوب نشه ولی من اینو اصلا دوست ندارم. ترجیح هم اینه که اگه میخوام از جایی بخرم دوربین عکاسی یا وسایل عکاسی رو، جایی باشه که به صورت تخصصی این کار رو انجام بده. دلم نمیخواد کلی مغازه موبایل فروشی هم کنارش باشه. پس این هم از خیابون جمهوری. بسیار خب، چند تا سایت بهتون معرفی کردم، دو تا از مراکز فروش دوربین تو تهران هم بهتون معرفی کردم. اگه تو شهرهای دیگه هستید ممنون میشم هر جا که این فیلمو دیدید کامنت بذارید و به بقیه دوستانتون هم بهترین سایت ها و بهترین فروشگاه های دوربین رو معرفی بکنید. ممنونم.